خب این پاسخ به این پرسشی که تاریخ واسه ما چه اهمیتی داره و آیا واسه ما معاصران شناخت تاریخ، رجوع به تاریخ و اصولا دونستن تاریخ کمکی هست یا نیست و به چه چاره ای از دردهای دوران معاصر رو میتونه تاریخ حل کنه. رو من به جای اینکه خیلی آکادمیک جواب بدم که در اون گفتارهایی که راجب دوران بید دو جنگ بود تا حدی سعی کردم که بحثای آکادمیک رو مطرح کنم، امروز میخوام دقیقا یه ذره عام‌تر ولی به طور مشخص به پرسش شما سوال بدم. اولین فایده ای که دونستن تاریخ واسه معاصران داره این هستش که زندگی و مسائل، دشواری ها و اگر که انشالله وجود داشته باشه امیدهای ما رو در بستر یک سری زمینه هایی که آدم میتونه پاشو محکم روش بذاره قرار میده، اگر البته خیلی در خواب و خیال نباشه، چون که به عکس این هم درسته، یعنی میتونه نشون بده که امید و خواب و خیالی که ما امروز داریم حداقل اینی که در تاریخ معاصر مثلا در مورد ایران ولی در مورد جهان هم همینطور هست تداوم تاریخی وجود نداره. یعنی شما همیشه میتونید بگید که خب بالاخره یک نقاط گسست هم در تاریخ هست، ولی تاریخ عبارت از لحظه های گسست پشت سر هم کوتاه نیست و این لااقل یک درس کوچیکیه که هر کدوم از ما اگر متفکرینی که راجع به تاریخ صحبت کردن رو بخونیم این رو متوجه میشیم. برعکسش هم نمیخوام بگم هست، یعنی من به اون مکتب به اصطلاح حالا اگه بخوایم واسه ساده کردن بگم هگلی که یک فلسفه در تاریخ هست، یک معنایی در تاریخ هست و نه تنها در تاریخ مثلا مردمان خاص یا نقاط جغرافی خاص بلکه تمام دنیا از همه چیز به نظر میاد از پیش تعیین شده، اینطوری نیست. ولی اگر ما علاقمند باشیم در عرصه سیاست، در عرصه مسائل اجتماعی، در عرصه مسائل فرهنگی جامعه خودمون رو بشناسیم و احیانا یک تحولی تغییری در جهت بهتر شدن جامعه به کار ببریم، زمینه این تغییرات تاریخه. تاریخ حداقل به معنای تاریخ خیلی نزدیک به ما هست، چون که تاریخ میتونه یا کمک کنه، البته من شاید باید اینطوری بگم که به هر حال کمک میکنه، یعنی ممکنه کمک کنه و ما فکر کنیم که این راهی که ما داریم میریم بیراه هست، اون هم کمکه، درسته؟ پس بنابراین پاسخ اولی که من به شما دارم اینه که دونستن تاریخ به ما کمک میکنه که خودمون و عصرمون رو بهتر بشناسیم و شناخت بهتری راجبه دوره معاصر داشته باشیم. نکته دوم که به نظر من خیلی هم مهمه اینه که تاریخ حالا یه مقدار به عنوان پدیده وسیعی تری، نه لزوماً به عنوان تاریخ به عنوان یک حوزه مثلا علوم انسانی، تاریخ به نظر من حقیقی ترین یا واقعی ترین شکلی که زندگی بشر معنا پیدا میکنه رویارویی یا شناخت یا فهمیدن تاریخ به عنوان بخشی از هستی ما، یعنی اینکه ما به عنوان انسان نه به عنوان پدیده بیولوژیک که ما هستیم هم آمال و آرزو داریم، هم اینکه زندگی ما تقریبا در تمام، حالا فرق نمی کنه، از خیلی خیلی نوجوانی گرفته تا موقع مرگ کار اصلی ما، مشغله فکری
زندگی یه اصلی ما، از یک طرف فهمیدن معنای زندگیه و از یک طرف معنی دادن به زندگی، درسته؟ چون که این دوتا تقریبا یک پروسه هستن. یعنی اگه ما بخوایم بگیم که خب ما نمیخوایم قبول کنیم مثلا اون چیزی که من وقتی که تا 7-8 سال که عمر داشتم، مادر بزرگم، من با ایشون زندگی میکردم و ایشون داستان و قصه و همه این چیزها رو داشتن، خیلی پکیج آماده‌ای هم بود، همه چیز دنیا هم درشون بود، خیلی هم زیبا بود تا شاید مثلا کلاس تا قبل از دبیرستان به یه شکلی. بعد از دبیرستان که این افسانه و قصه های مادر منم از قبایل لور قدیم می اومد، خیلی داستانگویش یک دنیایی داشت، دنیا رو به من داده بود. البته اون هم البته حالا من میگم افسانه، ولی از نظر مادر بزرگ من تاریخ بود که بخشش تاریخ ایل خودشون بود که البته ایشون میگفت تاریخ ما و ما اینطوری بودیم، مردم ما اینطوری بودن یا نبودن، هرچی. ولی حتی میخوام بهتون بگم که جز مثلا دوران رضا شاه و از این بحث ها هم درش بود، تا اینکه به یک سنی میرسید که خودتون میخواید به زندگیتون یک جوری معنا بدید. و ابتدا خب مسلماً شما خیلی تنها هستید، به خصوص اون زمان در مدارس ایران هم که ما بودیم، مسئله اصلی دیسیپلین بود و حفظ کردن بود و امتحان و اینا، خیلی مشغله زیادی وجود نداشت که انسان چطوری به زندگیش، حالا در همون سن مثلا نمیدونم کلاس 7 دبیرستان هم چند سالشه، 13-14 سالگی، معنی میده. مثلا من خودم میدونم که یک چیزی که خیلی به من هم لذت میداد و هم واقعا کمک میکرد به من که زندگی رو به جلو ببرم، یک کتابخونه کوچیکی بود که پدر من داشت، پر از رمان‌های تاریخی، اینطوری بهتون بگم که من هر وقت اضافه که داشتم شبانه روز میخوندم و خیلی هم با اونها نزدیک بودم، به شکل این که در رابطه با حمله اعراب و مثلا این آقای یزگرد که به نظر من پدر بزرگ از طرف پدری و مادریش وقت نهیده بودم، فکر میکردم که بهترین پدر بزرگی که آدم میتونه داشته باشه این آقای یزگرده، و داستانهای شاهنامه و داستان پاورقی های مختلف روزنامه ها که خیلی اون زمان رسم بود، و این رویایی به شکلی رویایی من با تاریخ بود، به اون شکلی من میتونستم باش نزدیک بشم. البته کم کم مثلا رمان های جهانی تر و راجب مثلا اروپا، راجب دنیای عرب، از این چیزا میخوندم، ولی من استثنا نبودم. حالا استثنا فقط به این شکلیه که من از کتاب خونه کوچیک پدر خودم استفاده میکردم، همه یه آدم های دیگه به یه شکل های دیگه، حالا لزوم هم نداره کتاب بشه. پس این هستش که ما اگر این جنبه از زندگیمون رو نداشته باشیم، حالا به هر طریقی که هست، که به هر حال تاریخه، مثلا یه رمان تاریخی هم در این چارچوب دو تاریخیه، به زندگی ما معنا میده و این خیلی مهمه. چرا مهمه؟ مهم هست واسه این که ما رو روبرو میکنه با یک سری داستانهایی که خیلیشون هم میتونن مختلف باشن و یه شانسی به ما میده که ما یک نوعی زندگی خودمون رو به اصطلاح بهش معنا بدیم که از یک سوی ما رو با دیگران در ارتباط قرار بده. ما قبلا هم در مورد جامعه شناسی که صحبت میکردیم، من این حرف رو زدم که ما واسه این که هستی اجتماعی داشته باشیم، واسه این که یک موجوداتی باشیم در اجتماع، هم بتونیم زندگی کنیم، هم بتونیم سهمی ادا کنیم و هم بتونیم اصلا تلف نشیم، زندگی خیلی میتونه سخت باشه، ما بایستی به یه شکلی این تصور رو ایجاد کنیم که یک مایی وجود داره، همبستگی. این توسط این وجود میاد که ما به یک شکلی یک آدم هایی رو، حالا آدم های کوچکتر، شاید یک شهر، یک ده یا یک فامیل، شاید آدم های خیلی که میتونن سعه صدر بیشتری دارن، تمام دنیا رو
باشون هم بستگی داشته باشن. خیرخواهیشون رو بخوان و بعد که خیرخواهیشون رو گفتیم و خواستیم و هم بستگی وجود داشت، اعتماد و امید. من عمدتاً به جای اینکه بیام دنیا رو به یا انسانها رو به انسانهای دینی و سکولار و اینجور پدیده ها تقسیم بکنم، خیلی واقعی تر اینه که خارج از اینکه انسان دینی یا انسان غیر دینی هر شکلی که میخواییم باشیم، ما یک آتش خیلی خیلی قوی و مهم در همه ما وجود داره واسه اینکه نه تنها زندگی شخصی بلکه زندگی اجتماعیمون هم با معنا کن. همونطوری که میدونید اتفاقا مثلا در همین عصر مدرن تعداد زیادی از جامعه شناسان دین اصلا این حدید اومدن دین رو به این شکل تعریف میکنن. منتها لزومی به نظر من لزومی نداره ما درون این تله این قضایا گیر بکنیم که پدیدهایی که کاملا از ما بیرونی هستن. به نظر من شما میتونید اینطوری نگاه کنید که من مثلا علی مثل من، حالا منم یه کارهایی واسه خودم میکنم، هر کسی یه کارهایی واسه خودش میکنه، این که ما ادامه دهنده لااقل بخشی از بشریتی هستیم که تاریخاً وجود داشتن، ما باید شکر گذار باشیم که چیزایی به ما رسیده و حالا یک وظیفه‌ای بر دوش ما هست و در نتیجه ما خودمون رو، شغلمون رو، اگر خدایی کرده یا نکرده قدرتی چیزی داریم، اینها همه یک نوع نمیدونم کلمش درست یا نه بدعتی هست یا بدیعتی هست که تاریخ اون کسایی که واسه بهبود جامعه کار کردن، زحمت کشیدن یا اصلا زجر کشیدن، یک گامی برداشته، این گام رو ما باید ادامه بدیم. در نتیجه تاریخ ما رو با جان دوی این حرف رو میزنه در اون کتاب خیلی مهمش به نظر من که قبلا پیش از این صحبتش کرده بودم به اسم A Common Fate، یک سرنوشت مشترک. این بحث رو میکنه که زندگی ما بی‌معنا خواهد بود اگر ما نتونیم تصوری داشته باشیم از اینکه هر کاری که ما میکنیم، اگر معلم هستیم، اگر هنرمند هستیم، اگر در سیاست هستیم، ما با تاریخ ارتباط داریم. این قضیه فقط هم یک چیز خیالی و تصوری نیست، گرچه در این رابطه، در رابطه با معنا دادن به زندگی انسان، تصور، ایمیجینیشن، خلاقیت مهم. شما فکر کنید یک هنرمندید، یا حالا هم هنرمند هم نیستید، یک جوان یا یک بچه‌ای هستید که میخواید پیانو یا ویولون یاد بگیرید. از این زاویه که من به قضیه تاریخ نگاه میکنم، خارج از این که شما مثلا ممکنه برید معلمتون یک معلم آوانگاردی باشه که خیلی هم به گذشته تاریخ موسیقی انتقاد داشته باشه، شما از جایی شروع میکنید که تاریخ، حالا من نمیدونم تاریخ ویولون مثلا حدس میزنم بگیم 500 سال، به یه شکلی زحمت و خلاقیت و ذهنیت و کاری که هنرمندان دنیا، یا بحث به این که ما در کجای دنیا هستیم، جای خاصی از دنیا، تلاشی که اونا کردن، تاریخی اونا هستن که به ما رسیده، ما ابتدا این نقطه شروع ماست. ما باید یه نقطه شروعی داشته باشیم. حالا این در حرفه هست، در کار فکری هست، شما میخواید ادبیات یاد بگیرید، علی رغم این که در ادبیات مثلا شما خیلی نوگرا هستید یا خیلی به مثلا ادبیات کلاسیک علاقه دارید، ابتدا با شناخت از تاریخ ادبیات هست که به ادبیات میرسید. در نتیجه به نظر من مثلا نکته دوم این هستش که تاریخ یک مسئله اگزیستنشیال واسه بشر و تصادفی نیست که کسانی که در قدرتن، چه در سطح جهان، چه در سطح ملی و چه در سطح حتی کوچیکتر، افرادی که ظلم میکنن
با سرکوبی تصورات تاریخی مردم خودشون شروع میکنن، یا حالا شروع میکنن، منظورم نیست که اول یا دوم، یعنی این یک فرایند عظیمی هست که شما میبینید، ما همیشه میبینید که تاریخ رو یا اون میراثی که زحمت و اندیشه و فداکاری های مردم دیگه بوده و ما میتونیم معنای خیلی در واقع میتونم حالا بگم رها کننده ای رو به ما بده، اون سرکوب میشه. پس خیلی به اصطلاح معنای اگزیستانسیالی داره که به ما به این شکل میخوایم بگیم که محدود. خب تاریخ از یک نظر دیگه هم مهمه و اونم این هستش که زمانی که، نه که لزومن تاریخ همیشه این کارو میکنه، ولی پتانسیالی میتونه تاریخ یک همچین عمل کردی واسه زندگی ما داشته باشه، و اونم در لحظه ها و روزها و هفته های خیلی خیلی تاریک زندگی ماست، زندگی ما و برای زندگی اجتماعی. وقت مثلا من برخی اوقات فکر میکنم، من چند تا دوست عراقی دارم که زندگی اینها روشن فکران عراقی هستن که بخش مهمی از زندگیشون رو دوران صدام حسین به کار بردن، و برخی اوقات وقتی با ما صحبت میکنن که سرکوب فکری، غلبه مطلق حزب بعث و صدام حسین بر این جامعه چقدر آهنین بود، من راست رو بخوای روم نمیشه از این دوستان اینگونه هیچ وقت سوال نکردم، از طریق غیر مستقل مستقیم سعی کردم سوال کنم، ولی برخی اوقات که من همچنین بحثایی رو داشتم به خونه برمیگردم میگم این آدمی که توی همچین شرایطی زندگی کرد، خودش و خانوادش و دوستش و هم محلش و همه، اینقدر ظلم دیدن، اینقدر جامعه فضا نداشته، بعد این یه نوولیست خوبی شده، نوول هم نوشته، اینا از کجا میاد؟ نمیخوام بگم من پاسخ علمی به این مسئله دارم، ولی فکر میکنم که پناهگاه ما در اون لحظات خیلی 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 تاریک اون هست که ما یک راهوی پیدا بکنیم و با همون چیزی که جاندویی بهش میگه common faith، ببینیم که صدها و هزاران نفری بودن در این شرایط رو تغییر دادن چگونه شده، نه که دستور عمل به ما تاریخ میده، ولی امید به ما ببینید امید. حالا من نمیخوام مسئله رو خیلی یا روانشناسانه بکنم یا اینکه به نظر بیاد همدو کلمه امید آدم به کار میبره بگه قضای چیزی نیست، نه، امید به معنای امیدی که بر اساس تصورات و واقعیاتیه که ما نمیخوایم بر اساسش خودمون رو فریب بدیم، درسته؟ ما یعنی ما به گونه ای میخوایم با مثلا در این زمینه تاریخ ستم و ظلم در جهان روبرو بشیم و ببینیم آدم ها این لحظات تاریک رو چطوری ازش گذشت عبور کردن، ولی نه با افسانه فقط. به نظر من اینجاست که تاریخ خیلی نقش مهمی میتونه داشته باشه. حالا نقش مهمی هم که داشته باشه، بازم به این شکل، منظورم تاریخ به شکل اکادمیکش نیست. تقیه ارانی در یکی از بحث هایی که میکنه راجع به تاریخ ایران و زبان فارسی و اسلام و یک سری از این صحبت ها، یه بحث خیلی جالبی داره راجع به شاهنامه، و اون بحثی که اون میکنه اینه که میگه اشکال شاهنامه نیست، شاهنامه یک پدیده تاریخی هست که در یک زمانی که ایرانی ها دچار یک شوک سیاسی فرهنگی یا هر چی شده بودن و یه سخنگویی لازم بود که بیاد بگه که شما آدمید، حالا من این زبان من، البته میگفت در اون دوران اون طوری که لاقل ارانی از وضعیت ایرانیان در اون دوره میدید، مسئله این بود که ایرانی ها توسط یک قوم دیگه، عرب ها،
نه تنها شکست خوردن، بلکه این خارجی ها اومدن حکومت هم میکنن و ظلم هم میکنن، و این باعث شده بود که مردم به یه شکلی، ولی به خصوص الیت ایران، کسانی که در واقع شکست اصلی رو اونا خورده بودن دیگه، اینها یک سخنگویی میخواستن، یک کسی رو میخواستن که بگه نه، به اصطلاح دنیا همیشه اینطوری نبوده، همیشه اینطوری نخواهد بود. میگه شاهنامه این کاربرد رو داشت. ولی یه بحث جالبی میکنه ارانی، میگه چی شد که بعد از 100 سال ما تاریخ که میخونیم دیگه شاهنامه نقش عظیمی نداره. حالا یکی شعر دوست دارن این بحثشو میکنن، ولی شاهنامه اون نقشش رو از دست میده. بعد ارانی تحلیلش اینه، میگه زمانی که ایرونی ها دیگه خودشونو به عنوان، یعنی اسلام رو به عنوان دین خودشون قبول داشتن، یعنی یه چند نسل گذشته بود دیگه، اون واقعه هم حمله اعراب نبود دیگه، اولا اعتماد به خود داشتن، چون که متفکرین ایرانی نقشی داشتن در رابطه با مثلا الهیات اسلامی، به عنوان علمای اسلام، به عنوان فیلسوفای اسلام، خود مردم هم که از زمانی که یادشون بود مسلمان بودن. میگه دیگه کاربرد شاهنامه به اون شکلی که دوره اول بود تموم شده بود، تا اینکه به یه دوران رسید که این شرق‌گرایان و اینا اومدن گفتن بدبختی مردم ایران از هم قضیه عرب و اسلام و ایناست، و میگه این دیگه درست نیست. حالا یا حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی حقیقت قضیه اینه که تاریخ به معنای عامش یک همچین عملکرد مهم اجتماعی داره که این نقطه امید رو به ما بده، چون که این نقطه امید رو که بده ما، این باعث میشه که ما همبستگی ملی، اعتماد و خیرخواهی عمومی رو کاملا از بین نبریم. من شخصا در عمر خودم چندین لحظه بوده که فکر کردم که منکر جامعه داره از این نظر میپاشه، و این خیلی 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 مهمه. البته برخی از این حرفایی که من میزنم با یک نگاه خوشبینانه است، یعنی ما میتونیم، یا اونایی که تو قدرتن این کارو میکنن و میان و به یه شکلی این تصویر رو در جامعه میخوان جا بندازن که در واقع یک نوع نگاه نهیلیستی به تاریخ رو جا بندازن، که همیشه اینطوری بوده، همیشه یک عده‌ای اومدن گفتن ما میخوایم دنیا رو بهتر کنیم، سر کار اومدن ظلم کردن و ستم کردن و هر کس واسه خودشه. این هم یک جدالیه که در مورد تاریخ هست، ولی به هر حال در پاسخ من به پرسش شما، حتی اگر این قسمت منفیش هم ببینیم، اینها عمدتا از طریق تاریخ انجام میشه. چون ما اگر قرار باشه سعی کنیم عقلمون رو به کار ببریم، به خصوص یه ذره دیگاه علمی چیزی هم داشته باشیم، گذشته، تاریخ اون چیزیه که میشه بهش یه جوری آدم دستشو بگیر.